سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. حسن روحانی صبح سه‌شنبه با حضور هیئتی از دولت در مجلس به 5 سوال نمایندگان پاسخ داد. اتفاقی نادر که تنها یک بار دیگر در مورد محمود احمدی نژاد افتاد، با این تفاوت که برخلاف بار پیش این بار نمایندگان از پاسخهای ریاست جمهوری به 4 سوال از 5 سوال قانع نشدند. مرحله بعدی چیست و آیا نمایندگان واقعا به دنبال برکناری حسن روحانی اند؟ در دور پیشین سوال از رئیس جمهوری، محمود احمدی نژاد فیلم‌هایی از برادر رؤسای دو قوه دیگر رو کرد که تا سال‌ها بعد داستان بود. اما آیا حسن روحانی حرف‌هایی که انتظار می‌رفت در این جلسه مطرح کرد؟ مهمانان امروز ما محمد رضا سبزعلی‌پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از تهران هستند، ملیحه محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از برلین، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان. خوش آمد میگم به هر سه مهمان این برنامه. آقای مهدوی آزاد، اول میخوام در مورد مراحل قانونی این ماجرا صحبت بکنیم، چون به نظر میاد که اختلاف نظر هست و صحبت‌های زد و نقیزی مطرح میشه. به طور خلاصه اگه بخوام بگم، آقای زنور گفته که قرار یک شنبه در این مورد تصمیم بگیرن. آقای نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه گفته که فعلا به قوه قضاییه نمیره این سوالات، و آقای رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد گفته که باید حتما بره و غیر قانونی اگه نره. بله، همینطوره. این آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در واقع موضوع اصل 88 قانون اساسی رو تعریف کرده، دو سه بار عوض شد. آخرین بار سال 90 بعد از فرایند سوال از آقای احمدی نژاد و مقاومتی که او کرد دوباره تغییر پیدا کرد. به هر حال بر اساس آیین‌نامه‌ای که الان وجود داره، ماده 213، ماده 233 قبلی تأکید میکنه که بعد از سوال نمایندگان از رئیس جمهور و توضیح رئیس جمهور برای مجلس، به ترتیب و تفکیک سوالات از نمایندگان پرسیده میشه که آیا قانع شدن یا خیر. در صورتی که قانع نشوند، ماده 213 تاکید میکنه که به شرط آنکه نقض قانون باشه یا استنکاف از قانون باشه. من میخواد متن کاملش رو بخونم. میگه چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه محسوب. خب در این مواردی که از آقای روحانی سوال شد، آیا میشه برداشت کرد که نقضی از قانون بوده یا بیشتر مربوط به بی‌کفایتی و عدم کفایت و مسئله از این دست میتونه باشه؟ ببینید، اون چیزی که من میفهمم که اساساً موضوع سوالات در مورد عدم کفایت و بی‌کفایتی دولت بود، ولی در چند ساعت گذشته دو تا بحث بین حقوقدانان هست. بخشی از حقوقدانان میگویند که اساساً سوال باید در مورد نقض قانون یا استنکاف بود، یعنی باید اینجوری پرسیده میشد که چرا چنین قانونی رو اجرا نکردید یا چنین قانونی رو نقض کردید. در اون صورت اون سوال میتوانست به قوه قضاییه ارجاع بشه. بخش دیگری از حقوقدانان که ظاهراً مجلس این راه رو انتخاب کرده، حرفشون این هستش که خیر، میتونه سوال موضوعش نقض قانون یا استنکاف نباشه، اما سوال کنندگان بعداً بگویند بر مبنای سوال ما چنین نقض قانون یا استنکافی صورت گرفته. هیئت رئیسه ظاهراً چنین راهی رو انتخاب کرده تا یک شنبه از نمایندگان خواسته که مواردشون رو به هیئت رئیسه منتقل بکنه. خانم محمدی، نظر شما چیه و همینطور فکر میکنید که اون چه که آقای روحانی ازش انتظار میرفت در این جلسه مطرح بکنه؟ پیش از این روزنامه‌های به خصوص اصلاح طلب بارها از او خواسته بودن که حرفایی رو بزنه که بعدش ظاهراً به نظر میومد که خیلی راضی نبود بودند که اون حرف ها زده نشده. خانم قاضی، اول یه نکته رو بگم در مورد عدم کفایت بحث خاصیه که با همین عنوان به مجلس میاد و معذرت میخوام، رئیس جمهور استیضاح میشه. این طرح سوال عدم کفایت رو در بر نمیگیره. اما این موضوعی که شما میارین، بله، این اشارات بوده در رسانه ها و مطبوعات جریان اصلاح طلب به نوعی مسائلی که شما میگین. از اون طرف هم همش توصیه به مراعات و رعایت این که از خط خارج نشیم. اما اون چه که از بررسی رسانه ها برای خود من تو این مدت رسانه های داخل ایران برمی اومد در این چند روز، اینو نشون نمیداد که انتظار معینی، چه جامعه سیاسی ایران چه افکار عمومی به طور کلی، انتظار معینی از مسائل امروز داره. و جلسه که تموم شد هم همین اتفاق افتاده بود، کمی بیشتر کمی کمتر، هیچ کس غافلگیر نشده بود از نوع برخورد آقای روحانی. آقای روحانی دو تا رو کرد میتونست داشته باشه امروز. یکی رو
عملکرد افشاگرانه بود به نوعی هم که شما اشاره میکنید که برخی رسانه‌های یا چهره‌های اصلاح طلب داشتن. این رویکرد افشاگرانه نمونهش اون بود که در انتخابات سال 92 انجام شده بود و 96 انجام شده بود و الان دیگه به مجموعه دلایل که اینجا زمان بحثش نیست کار کرد نداشت، مگر اینکه این افشاگری میرفت به آدرس‌های مشخصی و اگر آقای روحانی چنین میکرد، از نظر من بنی صدری شدن ریاست جمهوری یه امر مسلمی بود. فکر میکنید که او به توصیه کسی عمل کرد؟ چون این جمله رو به دقت گفت و گفت امیدوارم که بتوانم نقاط مورد نظر مقام معظم رهبری را در توصیه هایی که نسبت به جلسه امروز به من فرمودن دقیقا مراعات کنم. این جمله ایشون هست؟ این جمله ایشونه که بله، و یک خطای فاحش به نظر من. آقای روحانی در واقع داشت این رو میگفت که به مجلسی ها بگه که بله چنین تقاضایی قطعا از شماها هم وجود داره. اما نکته مهم این بود با وجود این تأکیدی که آقای روحانی کرد و صحیح نبود، شایسته نبود، مجلس راه خودش رو رفت، یعنی چهار سوال ایشون رو، پاسخ ایشون رو معتبر ندونست و این الان یک گرهی هست در بررسی مسائل قانونیش. حتما صحبت خواهیم کرد. آقای علیپور، نظر شما چیه؟ مخالفان سیاسی آقای روحانی میخوان با او چه بکنن؟ با توجه به توصیه هایی که قبلا هم شنیدیم از طرف آقای خامنه ای که گفته که بگذارید این دولت بماند و پاسخگو باشد. با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما عرض کنم که بله، آقای خامنه ای گفتن که این دولت بماند، کسی استعفای این دولت رو درخواست نکنه به لحاظ اینی که کارهایی که انجام شده رو به سرانجام برسونه. بحث سرانجام رسوندن کارهایی است که تا به الان بوده، قرار نیستش دولتی وسط راه استعفا بکنه و کارهاش نیمه کاره بمونه. اما بحثی که هستش، ما آقای روحانی تو غافلگیر کردن مسبوب به سابقه هستن، ولی امروز بیش از حد غافلگیر کردن، یعنی همه رو، هم دوستان و هم غیر دوستان رو و حتی عوام رو غافلگیر کردن و نهایتا کسی توقع نداشتش که یه همچین صحبت‌های امروز در مجلس مطرح بشه. منتهای مراتب بحث این استش که دوستان آقای روحانی از سالهای گذشته میگفتن که آقای روحانی میتونه کارهایی رو انجام بده و میخواد کارهایی رو انجام بده، ولی یه عده نمیذارن و بحث این یه عده نمیگذارن بود که حالا از یک ماه پیش که قرار بود که بیان مجلس یک بحثی رو راه انداخته بودن، خیلی مؤدبانه بگن مؤدبانه رو راه انداخته بودن که ایشون میخواد پشت پرده ها رو مطرح بکنه. همه منتظر بودن که امروز چه میخواد بگه. ایشون اومدن و یک سری آمارهایی رو دادن که غیر واقعی بود و نهایتا اومدن و ایشون از خود تعریف کردن و دوباره از خود تمجید کردن رو مطرح کردن که نهایتا این از خود تمجید کردن که از قدیم وجود داشته و هیچ کدوم از نماینده ها رو قانع نکرد یا اکثریت رو قانع نکرد حداقل. و نهایتا یک اشتباه دیگه که اینجا وجود داشت این بود که اومدن دوباره توپ رو انداختن تو دست مقام معظم رهبری و اعلام کردن که ایشون قبل از این که من بیام اینجا این صحبت رو با بنده کردن در خصوص این قضیه. اولا چه لزومی داشت این صحبت رو ایشون در داخل مجلس بکنن؟ ایشون میخواستن اعلام بکنن که یعنی با من تند رفتار نکنید، یا اینکه میخواستن بگن من میخواستم خیلی چیزها رو بگم اما چون مقام معظم رهبری با من صحبت کردن نمیگم؟ یعنی در از باز خودشون رو میخواستن اینجا تطهیر و طاهر بکنن که چون رهبری گفتن من بقیه رو نمیگم، یعنی اون صحبت هایی که گفته بودن بگم هایی که میخواستم بکنم میخواستم بکنم ولی امروز بازی بود که امروز دوباره توپ رو پرت کردن در جای دیگه که کار اصلا صحیحی نبود و آمارهایی هم که دادن آمارهای بسیار 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 شگفت انگیزی بود که اصلا قابل قبول نبود، که بعضیشون نماینده ها بهش اشاره کردن، بعضی هاشم که واقعا جالب بود. مثلا احمدی نژاد در دوران 8 سالش 10,000 تا اشتغال ایجاد کرده. آخه دوستان عزیز، اگر دشمنی هم می‌خوایم بکنیم دشمنی مردانه بکنیم. من خودم منتقد احمدی نژاد بودم اما خدایش 10,000 تا واقعا اشتغال ایجاد شده. از خانم محمدی پاسخ بشن، چون خانم محمدی سرتون رو تکون میدادید، ظاهرا موافق نبودید به بخشی از صحبت آقای علیپور. من به این زاویه نگاه، به این برخورد، با این برخورد نیستم. یعنی اینکه ما باید توقعات، من اولا گفتم خدمتتون که من بر نمی اومد از رسانه های داخل ایران و برخورد هایی که می شد که جامعه انتظار فوق العاده ای از امروز داره. همه می دونستن که اتفاقی نخواهد افتاد، اتفاقی هم نیفتاد. اما نگاه من این تفاوت رو شاید با آقای علیپور داره، شاید هم نه، من زیاد ایشون صحبت نکردم. اونم اینه که در شرایط کنونی اساسا نمیتونه اتفاقی بیفته. نهایت امکانی که برای ایران، مردم ایران موجود هست، تعدیل مشکلاته.
این تعدیل مشکلات با افشاگری که اصلا ظرفیتش وجود نداره، شما به راحتی نگیریم که یه مجلس فرمانبر اونجا ولی فقیه هر چی بگه انجام میشه. نشده، استعفای ایشون رو نمیخواد فعلا در این شرایط، همه این مسائلی که شما اشاره کردید، ولی فقط یک سوال ایشون قانع میکنه نمایندگان رو، یعنی الان این بلبشویی که هست به رئیس جمهورم اگر به توصیه رهبری عمل کرده مجلس نکرده. آقای مهدوی آزاد نظر شما چیه؟ ببینید من فکر میکنم انتزاعی بحث نکنیم، خانم محمدی انتزاعی بحث میکنه، نزدیکان دیگه، خانم محمدی که نزدیک آقای روحانی نیست، نزدیکان آقای روحانی و آقای حسام الدین آشنا مشاور ارشدش وعده داده بود که این سه شنبه شفافیت خواهد بود بعد از استیزا. دستیار ارشد آقای روحانی خانم ملاوردی به صراحت نوشت، گفت ایش آقای روحانی اسرار پشت پرده رو خواهد گفت. انتظارات بسیار سطح بالایی در میان حامیان دولت بود، زمینی که آقای روحانی من فکر میکنم در واقع اگر میخواست نگاه استراتژیک به قضیه داشته باشه باید مانع از ریزش این چنینی در واقع آراش میشد. نظرسنجی خود نزدیکان دولت میگوید که الان محبوبیت آقای روحانی از محبوبیت محمود احمدی نژاد در سال 1392 کمتر هست، به چنین وضعیتی رسید آقای روحانی، باید این روند رو متوقف میکرد. زمینی که اینو میخوام بگم که من اصلا تحلیلای آقای روحانی رو که امروز شنیدم شوکه شدم. یعنی آقای روحانی اولا قسم جلاله خورد، گفت ما بحران نداریم، گفت ما در واقع مشکل داریم، کشوری که 75% ارزش پول ملیشو به گفته آقای دهقان ظرف 6 ماه گذشته نماینده مجلس از دست داده، بحران نداره. پس بحران چیست؟ و دوم که دوباره ایشون تاکید کردش که ما ببین اساسا مجموعه تحلیلای آقای روحانی به نظرم نشون میده آقای مهدوی آزاد بذارید در مورد همون قضیه بحران این رو بگم که به نظر میاد آقای روحانی داره اصرار میکنه که این یک بحران سازی هست، آمریکا داره سعی میکنه برای ایران بحران بسازه، در حالی که در واقع مسئله اقتصادی ما نداریم، بیشتر مسئله روانی هست. برداشت من دست کم از صحبتاش این بود. ممکن هست چنین چیزی باشه، ممکن هست اینطوری تصور بکنیم که آقای رئیس جمهور به عنوان در واقع نفر دوم قانون اساسی ایران مسئول تامین امنیت کشور، نمیتونه بیاد بگه مردم ما بحران داریم بدبخت میشه. ولی خب قسم جلالش رو چه کار بکنیم؟ ببینید مجموعه حرفای آقای روحانی رو در واقع حتی برنامه تلویزیونی ایشون نگاه بکنید، ظاهرا اساسا به دلیل فشارها این قوه عاقله دولت مختل شده، ظاهرا تحلیل استراتژیک دولت از شرایط، از میزان فروپاشی آراش، از فشار بین المللی، فشار داخلی اشتباه هست. امروز دوباره آقای روحانی در مورد اعتراضات دیما یه جوری حرف میزد انگار احمد علم الهدا بود که در 20 شهر کشور در واقع بحران ایجاد کرده. ایشون میگه همه چیز از 4 و 5 دیما شروع شد، همون 5 و 6 دیما خانم قاضی‌زاده 120 شهر کشور رفت روی هوا. همین نشون میده که اوضاع مناسب نبوده، اوضاع در واقع آرام نبوده اینطور که آقای روحانی میگه. من تصور میکنم خیر، آقای روحانی یا به دلیل اینکه تحت در واقع سلطه بوتنها قرار گرفته، یا به دلیل اینکه نمیخواد ایشون بپذیره به چه وضعیتی رسیده، در واقع واقعیات سیاسی روز رو متاسفانه ایشون انکار میکنه. اجازه بدید از آقای علیپور بپرسم. آقای علیپور نظر شما چیه؟ چون سرتون رو چکون میدید. ببینید خدمت شما عرض کنم که من به مهمانان عزیزتون مخصوصا خانم محمدی عرض میکنم که من داخل ایران هستم، پس دید و نگرش من متفاوت از کسی است که چند هزار کیلومتر اون طرفتر نشسته. من هر روز با مردم داخل مترو، داخل رستوران به هر صورت میشینم، چه عوام چه مردم غیر و چه مسئولین صحبت میکنم و انتظاراتشون رو دقیقا از نزدیک خبر دارم. اما چیزی که اینجا داریم بحث اینی که آقای روحانی بخواد بگه بحران نیست یا بگه آمریکا میخواد از این صحبت در مجلس سوء استفاده بکنه، ربطی به آمریکا داره که بخواد سوء استفاده بکنه؟ اصلا و ابدا. آقای روحانی نظرش این بود که القا بکنه به مجلس که امروز به من فشار نیارید، یا آمریکا به حساب از این قضیه سوء استفاده میکنه، یا چون مقام معظم رهبری به هر صورت گفته شما من تحت فشار قرار ندید و مسائل دیگه. اما ولی آقای علیپور، آیا تمام مسئولیت ها رو میشه گفت که گردن آقای روحانی هست؟ اونهایی که مثلا اصلاح طلبانی که میگفتن آقای روحانی باید بیاد صحبت بکنه، صحبت از شفافیت میکنن، منظورشون این هستش که بخش هایی از قدرت در ایران که پاسخگو نیستند مسئول بخش عمده ای از این مشکلاتند، اما آقای روحانی نمیتونه بیاد اینها رو بگه. من نظرم این هستش که ببینید این یک بحثی شروع شده، خود اون کسانی هم که دارن این حرف رو میزنن دقیقا نمیدونن یعنی چی، فقط یه چیزی رو شنیدن، دائما این رو در دهانشون دارن هی میگردونن. اصلا توی این مملکت ما یه قوه مجریه داریم، آقای رئیس جمهور اختیاراتی داره. روزی که آقای رئیس جمهور عرض کردم کاندید شد تمام این مسائل رو میدونست بهتر از من و شما، منتهای مراتب اومد که من درستش میکنم. الان چطور توی این چند سال گذشته که کارهایی رو انجام میدادن کسی جلوشون رو نمیگیره؟
بگیره. الان که میخوان بحرانی، بحران که نه، حالا به قول خود شما میگه مشکل، مشکل به وجود اومده، مشکل رو سر سامان بدن، الان میاین میگوین که آقا کسی دیگه نمیگذاره، کی نمیذاره؟ سپاه نمیذاره. سپاه کجا دخالت کرده؟ الان من این حرف رو میزنم، شاید بعضیا بگن نه سپاه داره، سپاه کجا دخالت کرده؟ دست پای آقای روحانی رو بسته، گفته تو نه یا مثلا بیمه سلامت درست بکن، نه اومده گفته تو بانک درست نکن، اومده گفته تو ارز به مردم بده، نه شما اومدی لیست ارزا رو دادی، 2.5 میلیارد 3 میلیاردش رو لیست دادی که 9 میلیاردش گفتن گم شده، گم که نشده بود، منظور این بود که لیستا رو ندادید، پس بقیه‌اش کجا رفته؟ اینها رو که کسی به شما دیکته نمی‌کنه. منتهی مراتب دولت میتواند و میتواند به این مشکلات فائق بیاد. متاسفانه نه مسئولین اراده‌ای دارن، نه دولت خودش میخواد. الان آقای روحانی گفت من قسم خورد، گفت من با کارشناسان صحبت میکنم، ولی والا بلا الان 5 سال یک نفر از ما یک سوالی نپرسیده. هر چی ما انتقاد کردیم، هر چی نقد دوستانه کردیم، هیچ کدامش رو اهمیت و ارزش قائل نشدن بهش. چطوری شما میگی قسم میخوری و برمیگردی میگی که آقا من از همه به هر صورت نظر میگیرم، یا میرم توی جلسه میبینم هر کدومشون به هر صورت نظراتشون مخالف، من حرف نمیزنم، من میگم آقای روحانی کم لطفی میکنید. خانم محمد نظر شما؟ ببینید اولا بگم که فاصله از کشور اصلا موجب این نمیشه که بر اساس فاصله نمیسنجیم درستی یا به اصطلاح عدم صحت نظرات رو. هر چه اینجا من بگم در ایران کسانی مثل من فکر میکنن، در این خارجه هم بیشتر کسان مثل شما فکر میکنن. این اصلا دلیل و معیار خوبی برای سنجیدن صحت حرفای ما نیست. این که شما میگین اصلا به آمریکا چه مربوطه؟ آمریکا چیکار داره که سوء استفاده بکنه؟ درست مثل همون صحبتی میمونه که حالا هم دیگه اینا نمیگن، قبلا میگفتن که آقا اصلا همش کار آمریکاست. چطور به آمریکا مربوط نیست؟ ایران در یک جدال بزرگی هست با آمریکا، با حق و ناحقش، با مسائلی که اینجا قابل اثبات نیستن، کاری ندارن. ولی آیا این جدال رو در روی بزرگو شما نمیبینید؟ در عرض چند ماه 40% ارزش پول ترکیه اومد پایین، ربطی به آمریکا نداشت. شما مسائل اصلا به بحث ایران داره، قبل از اینکه خیلی به هم پیوسته. اون وقت من آقای دوست ما آقای ببخشید میگن که من انتزاعی فکر میکنم، شما چطور مسائل سپاه پاسداران چه کار داره دیگه؟ این بحث که ثروت مملکت بخش اعظمش در دست سپاه پاسداران و قابل نظارت و کنترل نیست، دیگه این قصه یه که همه جای این ثروت رو شما پیش وارد ببینم، این ثروت چی هست که شما همش میگی ثروت؟ ثروت چی هست؟ یا هیچ دولتی نمیتونه بگه که ناکارآمدی خودش یا تقصیرات خودش مطرح نیست، اما باید بپذیریم که ایران یک حاکمیت یگانه نداره، قدرت مجریه ایران مثل جاهای دیگه نیست و ما نیروی بزرگ این مثل سپاه داریم. خیلی تعجب آور شمایی که در داخل ایران هستید، شعارهای مردم ایران نمیشنوید. خانم محمدی بحث رو ببرین جلوتر، راجع به مسئله دیگه صحبت کنیم. به هر حال الان مجلس راضی نشده است جواب ها آقای مهدوی آزاد. به نظر شما مرحله بعدی چی هست؟ اصولگرایان میخوان چه بکنن با آقای روحانی؟ ببینید در این ماجرا مرحله بعدی وجود نداره. موضع آقای خامنه ای روشنه، میخواد دولت آقای روحانی سر کار باشه، برکنار کردن دولت آقای روحانی هم به فروپاشی بیشتر اقتصاد خواهد انجامید. این یه بازی تبلیغاتی است. این که امثال من با آقای چه کسی باید از این فضا راضی برای طبقات محروم، برای کسانی که به نمایندگان مجلس در استانها نقاط دور از مرکز رأی میدن و برای کسانی که تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستند. اینی که امثال مثل من با آقای روحانی میگیم شما موظفید به مردم حقایق بگید، واسه اینکه مهمان محترم شما آقایی که از تهران دارن صحبت میکنن تو روز روشن نمیان بگن سپاه چه نقشی داره، آقای خامنه ای چه نقشی داره. محمود احمدی نژاد میگوید دارایی های آقای خامنه ای 700 هزار میلیارد تومان آستان قدس رضوی رو حذف کرده، قرارگاه خاتم الانبیا سپاه که بزرگترین کارتل خاورمیانه است هم حذف کرده. این آقای احمدی نژاد گفت، هم کس که به آقای خامنه ای از همه نزدیکتر بود. آقای دکتر علی اکبر ولایتی اردیبهشت 1300 سال گذشته گفت که دانشگاه آزاد 250 میلیارد دلار سرمایه شه. رویترز میگوید که ستاد فرمان اجرایی امام 90 خورده میلیارد دلار سرمایه شه. ببینید کل بودجه‌ای که امسال دولت در واقع تصویب کرده، این بودجه 10% بالاتر از مقدار جاری برای حقوق و هزینه های جاری است. بنابراین اصل پول کشور از مخابرات گرفته تا صنعت در اختیار سپاه پاسداران، در اختیار آقای خامنه ای است. اون کسی که با این پول میتونه بازی کنه سپاه پاسدارانه. آقای روحانی متاسفانه به دلیل بازی بعدش هم هواداران خودش از دست داده، هم زمینه رو فراهم میکنه کسانی بیان تو دوربین نگاه بکنن بگن سپاه چیکار کرده. آقای علیپور بفرمایید. اولا شما میفرمایید که این همه ثروت و ثروت
به فرض اینکه باشه که من میگم نیست انقدر این اعداد و ارقام به زبان آسونه گفتنش ولی توی نوشتن خیلی دشواره، اونم در حال حاضر ایران، ولی گیرم که اصلا اون ثروتمند، این ثروتمند، اون سازمان پول داره، اون یکی داره، اون یکی چه ربطی به انجام وظایف آقای روحانی داره؟ یعنی وقتی که ستاد اجرای فرمان امام پول داره، داره ساختمون میسازه یا داره ملک میسازه یا داره هزار جور برنامه اقتصادی برای خودش انجام میده، میاد جلو دست روحانی رو میگیره میگه آقای روحانی تو این کارو نکن، چطور آقای روحانی نتوانسته دوستان خودش رو برای خودش نگه داره؟ شما گفتید که امروز اصولگرایان برنامه بعدیشون چیه تو مجلس؟ خانم اصلا اصولگرایان نیستن، نصف بیشتر اون کسانی که امروز منتقد آقای روحانی بودن در مجلس هم اکثرا طرفداران خود آقای روحانی بودن، چه دیروزش که توی آقای کرباسیان بود چه امروزش نبود. اصلا بحث این نیست، بحث این هستش که آقای روحانی یک سری وظایف داره به عنوان نفر دوم جامعه، وقتی که وظایفش رو انجام نمیده، ده ها وظایف من برای شما میشمارم که هیچ ربطی نه به رهبری داره نه به سپاه داره نه به ستاد اجرایی نه به آستان قدس رضوی. باید چه کارش بکنن؟ چرا الان باید چه بکنن با اون مخالفانش یا همون طرفدارانش که الان راضی نیستن؟ هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ببینید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. چه فایده ای داره این جلسه امروز؟ چه فایده ای داره برای فقط و فقط به قول دوستان بحث این بودش که بگن تابو شکست، رئیس جمهور آمد صحبت‌هایی رو انجام داد، حداقل اگر نماینده ها هم اقناع نشدن و راضی نشدن از بابت صحبتی که آقای رئیس جمهور کرد، ولی حداقل اومد به اندازه پاسخگویی که حالا راضی نشدن ولی پاسخ داد. این بحث است، نه استعفایی در کار است نه استیضاحی در کار است، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، ولی نماینده وزرای اقتصادی دیگر رو استیضاح خواهند کرد و احتمال داره که به وضعیت آقای کرباسیان و آقای ربیعی دوچار بشن. بله. اما خود رئیس جمهور هیچ اتفاقی براش نمیفته. عدم کفایتی هم اصلا اینجا مطرح نیست. خانم محمدی شما هم اشاره کردید بحث عدم کفایت یه بحث خارج از بحث امروز ماست، ولی به هر حال آقای روحانی ظرف دو هفته گذشته دو تا وزیر از دست داده، الان یه وزیر دیگه پای استیضاح هست، وضعیت دولت او به کدوم سمت میره؟ آیا آقای روحانی میتونه به این شکل ادامه بده؟ دولت امیدوار هستن جریاناتی که ثروت مملکت در دستشون هست و موانع ایجاد میکنن در راه، نه دولت روحانی، در راه حتی آقای احمدی نژاد، اونا رو برادران قاچاقچی خطاب کرد، اونها نظرشون اینه که حالا که استعفا رو رهبر هم فعلا مسکوت گذاشتن، استحاله این دولت به نوعی که هر روز ضعیف‌تر بشه. اگر این دولت خود آقای روحانی آیا تن نمیده به این؟ خانم محمدی با توجه به اینکه امروز همین امروز در همین جلسه آقای روحانی کلی از سپاه تشکر کرد، گفت ما اون بحث برادران قاچاقچی، آقای روحانی امروز گفت سپاه به ما کمک کرده، ما بر مسائل مربوط به قاچاق فائق اومدیم. گفت در مسئله قاچاق برای اینکه آقای روحانی الان میدونین چه جوری داره رفتار میکنه، آقای روحانی رو با چشم باز جامعه انتخاب کرد، نه اصلاح طلب بودن ایشون نه انتظاراتی که از خاتمی میرفت، خیرالموجودین بود. آقای روحانی هم الان به رأی مردم احتیاجی نداره و نمیخواد مستعفی بشه. منم به عنوان ایرانی فکر میکنم الان فروپاشی دولت به سود در این انبوه مشکلات به سود نیست. آقای روحانی از منظر خودشون این حرفو میزنن، اسم سپاه آوردن که در مسئله قاچاق ما به اونا سپردیم، خیلی هم خوب دارن برخورد میکنن. بله. که دیگه در سوال قاچاق نگن که ما قانع نشدیم، که البته اونا باز گفتن ما قانع نشدیم. آقای مهدوی آزاد فکر میکنید چرا آقای روحانی این بازی رو انتخاب کرده؟ ببینید شطرنج بازی یه اصطلاح خیلی معروفی دارن، میگن مهره آچمس شده. یادتون هست تابستون سال گذشته آقای خامنه ای تا اونجا پیش رفت که عملا آقای روحانی رو به تکرار سرنوشت بنی صدر در واقع تکرار کرد. آقای روحانی در یک موقعیت آچمس شده، در یک موقعیت متناقضه، اگر حرف بزنه به گفته خودش بخواد افشاگری بکنه، برای او اصل 89 قانون اساسی عدم کفایت میدن، برادرش رو یادتون هست که حسین فریدون رو گرفتن و خب همه چیزش رو از دست میده دیگه، و اگر حرف نزنه به همین سرنوشت دچار میشه، یعنی آراش، طبقه آراش از دست میده، دوستانش به منتقدانش تبدیل میشن و جناح تند رو روز به روز هی میاد میگه که آقای خامنه ای چی کار بوده، سپاه چی کار کرده، علم الهدا چی کار کرده، تند روها چی کار کردن، این روحانی بوده که نتونسته دلار رو کنترل کنه، این روحانی بوده که مثلا تحریم ها رو نتونسته رفع بکنه. بنابراین آقای روحانی واقعیت این هستش که به خاطر مقتضیات خاص سیاست جهان سومی ایران، اون چیزی که اسمش رو میذاریم انسداد سیاسی، عملا نه راه پس داره و نه راه پیش. آقای علی پور 30 ثانیه بفرمایید.
اولا آقای ببخشید حسین فریدون که بحث عدم کفایت آقای روحانی رو به وسط کردید به آقای حسین فریدون، حسین فریدون اصلا بحث عدم کفایت نبود، بحث فساد مالی بود و بحثی که به هر صورت بحث اون قضیه بود، هیچ ربطی به کفایت نداشت. در ضمن آقای احمدی نژاد که شما اینقدر از ایشون هی رفرنس میارید که آقای احمدی نژاد گفت سپاه اینجوریه، گفت امام آقای خامنه اینقدر ثروت داره، آقای اونجوری، چرا احمدی نژاد زمانی که خودش در رأس حکومت بود این حرفا رو نزد؟ چرا احمدی نژاد اون موقعی که بود، اونم که گفتید که گفتن برادران قاچاقچی، برادران قاچاقچی اسم نیاورد، فقط یه برادران قاچاقچی گفت، ولی اگر آقای احمدی نژاد به این حرفایی که امروز داره میزنه ایمان داشت، چرا اون موقعی که در رأس حکومت بود این حرفا، حالا که امروز یه مهره سوخته شده هیچ کس هم باهاش کاری نداره، الان تو مجمع تشخیص نشسته، اگه حرفاش حرفایی بود که آزاردهنده بود که از همون مجمع تشخیص مصلحت هم رهبر بیرونشون میکرد، ولی وقتی اونجا نشسته یعنی خونساز و هیچ اتفاقی نیست. خواهش میکنم با این دیدگاه به قضیه نگاه نکنید. من متشکرم از هر سه مهمان برنامه، آقای علیپور، خانم محمدی و آقای مهدوی آزاد، ممنونم که این بحث شرکت کردید. این بود صفحه دوی امشب. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس شما خواهد موند، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید مجددا روی کانال یوتیوب ما هم ببینید، لینک برنامه به همراه لینک پادکست در توییتر ما منتشر خواهد شد، شناسای توییتری ما هست @bbcpage2. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس شما خواهد بود، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر میتونید نظراتتون رو هم با ما در میون بگذارید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.